الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم خدمة همية شما بين عزيز وشنا اندقان عزيز خاهر وبرادر در حر جاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى برکات خداوند قادر و منان را متشکر و سپاس گذاریم بینهایت ذاتی که این فرصت را برای ما مساعد نمود توفیق و عنایت فرمود تا بار دیگر در خدمت شما قرار داشته باشیم و در سلسله درس های آنچی که هر مسلمان باید بداند خیلی عنوان زیبایی است هر مسلمان باید صفات الله را بداند الله را بشناسد ضروریت ماست وقتی مسلمان الله را قبول می کند به عنوان خالق خیش باید او را بشنسه طوری که در درس گذشته گفتیم در درس گذشته ایمان ارتباط به صفات الله هست امروز یکی دیگر از صفات الله را مورد بحث قرار می دهیم الله شنواست می شنود آواز بندگانش را سمیع است از هر جایی که باشید چی ضعیف باشید چه قوی باشید چی در پایین باشید چی در بلندی باشید چی در شب باشید چی در روز باشید چی در تاریکی چی در روشنایی چی در بیابان چی در شهر در هر جایی که بگید الله الله میشنود و ذاتی است داناست شنوایی الله تبارک و تعالی مقایسه نمی شود نسبت به شنوایی بندگان الله تبارک و تعالی بیایید برید در مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. برید پیش محبوبمان پیش عزیز دلمان ببینید که در مورد وصف شنوای الله تبارک و تعالی این صفت الله چی میگوید در جواب سوال صحابه تعداد از صحابه آمدن نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یا رسول الله صلی الله علیه و پدر و مادرمان فدایت ای محبوب رب العالمین اگر الله دور است که ما و فریاد بزنیم تا آوازمان را بشنود اگر الله نزدیک است آواز من را میشنود و ما آرام الله را بخوانید در حالت آهستگی دعا بکنیم هدف صحابه این بود که آیا ما خواستی که از الله داریم او را به آواز بلند بخوانیم یا آرام بخوانیم آیات قرآن نازل می شود و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجيب دعوت ده دا. <تصفح> نظرت اجیب دعوت ده دا اذا دعانی فلیست جیبولی. الله اکبر چقدر زیبا وقتی که بندگان من از تو در مورد من سوال میکنن ای محبوب ما ای پیانبر ما وقتی که بندگانم میخوان در مورد من از تو سوال بکنن بگو این قریب نگفت که بگو این قریب میگه من الله نزدیکم حتی نیاز به گفتن توی پیامبر هم نیست در همه قضايا الله و پیانبر میگه بگو این قضیه این طور است بگو این قضیه این طور است فلان است فلان است ولی در قضیه نزدیکی الله میگه من الله نزدیکم نمیگه بگو من الله نزدیکم اینی قریب من خیلی نزدیکم آوازتان را میشنوم به هر ترتیبی که شما از من الله بخواهید من الله میشنوم و همچنان در آیت دیگر میفرماد و بدانید بفهمید ان الله سمیع علیم همان الله شنوا به داناست آوازتان در هر جایی که بخوانید الله میشنود ولی مهم این است که چقدر از الله طلب میکنید به مجردی بگید الله الله بگید لبیک بنده بگو خواستی که بگو چی میخواهی؟ هرچی که میخواهی بگو تا من الله خالق مهربانت خالقی که دارای اف و بخشش است خالقی که دارای لطف است مهربانی است بگو هر چی میخوای برای بنده عزیزم بدهم پس بناهن الله میشنود ظلم نکنید در حق کسی از دای مظلوم خودتان دور کنید و الله را بخوانید به صورت آهستگی تذرو الله شنواست در هر حال در هر جایی که الله را به مجردید بگید الله الله میگه بفرمایید بنده در است هر چی میخوای الله میشنود این الله هو را الله شنوا و دانا هست این بود یکی دیگر از برنامه های سلسله درس های آنچه که هر مسلمان باید بداند باید بداند خواهر و برادر که الله میشنود آوازید را چی در شرق باشی چی در غرب باشی چی در شمال چی در جنوب چی در زندان چی در بیرون زندان هر جایی باشید الله میشنود فقط کافی است از الله بخواهید تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به الله پاک و نیاز می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.